مردمان تشنه صلح در ادامه سفرشان از هلمند تا کابل نزدیک به 20 روز پیش پا برهنه به سوی مزار شریف حرکت کردند و به بغلان رسیدند. اما هنگامی که اعضای این حرکت خواستند در بخشهایی از دند غوری این ولایت که زیر اداره طالبان هستند بروند و پیام صلح و پایان جنگ را برای این گروه برسانند. به گفته اعضای این حرکت از سوی طالبان تهدید و تحقیر شدند. د جګړې د بندېدو شعار ورکړ چې جنگ بس دی، موږ سوله غواړو، ورورژنه نور بس ده. هلته تقریبا شل تنه طالبان راغله. په لومړیو کې څو تنه طالبانو تشدد کاوه، هغوی سپکاوی کاوه، ښکنځلې کوله. طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفتند. اعضای این حرکت صبح روز جمعه از بغلان با موتر به کندوز رفتند و با استقبال گرم کندوزیان روبرو شدند. کندوز په جامع جمعات کې ونډه وکړه. د کندوز د خلکو د طرفه موږ تود هرکلی وشو. هدف مو له دې څخه پر ولسونو غږ دی، پر عامو خلک باندې مو دا غږ دی چې راولاړ شي د سولې لپاره. کوچکترین عضو این حرکت در سفر به شمال کشور کودک خردسال است که از کابل با اعضای این حرکت یکجا شده است. حکمت الله می گوید بزرگترین رویایش آرامی در افغانستان است. اما این حرکت را سارن نیز همراهی می کند. سارن نام سگ را گذاشتند که از کابل تا بغلان دوش ها دوش اعضای این حرکت راه رفته است. قرار است اعضای این حرکت از کندوز به بغلان برگردند و ادامه سفر پا برهنه به مزار شریف را در پیش گیرند. اعضای این حرکت 38 شبانه روز راه هلمند کابل را نیز پای پیاده برای صلح پیمودند.